سلام میگم خدمت شما دوستان عزیز ادوین کشی شاپونس هستم و شما دارید جلسه 65م رو از این مجموعه درس‌های الهیاتی دنبال می‌کنید و خیلی خوشحال هستم که با من تا این جلسه همراه بودید. اگر تا الان این برنامه ها رو دنبال کردید به نظر میاد که علاقمند به الهیات مسیحی هستید. درسهایی رو که با هم پشت سر گذاشتیم درس های ساده ای نبود. میدونم که در بعضی از قسمت ها ممکن ابهاماتی برای شما به وجود بیاد شاید پرسش های زیادی در این سفری که با هم دیگه داشتیم در ذهن شما ایجاد شده که متاسفانه ممکنه توی این مجموعه درس هایی که خدمت دادم این فرصت رو نداشتم که به اونها پاسخ بدم خوشحال میشم که با من در ارتباط باشید و پرسش های خودتون رو انتقال بدید اما توی 64 جلسه گذشته و درس هایی که با هم پشت سر گذاشتیم من مقدمی در باب الهیات خدمت داشتم که الهیات چی هست چه انضباط ها و دیسیپلین هایی در مسیر پژوهش در باب خدا وجود داره چگونه باید به این مسئله نزدیک بشیم مسائل کلی و اساسی پیرامون الهیات رو با هم دیگه بررسی کردیم و بعد وارد موضوع جنجالی شدم به این خاطر میگم جنجالی چون من تنها به نگرش سنتی به آموزه ها بسنده نمی کنم و تلاش ما این هستش که نگرش ها و بینش ها و منظر های دیگه ای رو که معمولا در جامعه مسیحی ایرانی ما مطرح نمیشه رو از طریق این برنامه خدمت شما عزیزان هم بازگو بکنم به آموزه الهامی بودن کتاب مقدس نگاه کردیم و گفتیم که چطور سنتگرایان و اصولگرایان کتاب مقدس رو به الهامی بودن اون رو تعریف میکنن نگرش های دیگه گروه های متفاوت بشارتی به این مسئله چگونه هست و لیبرال ها چطور به مسئله الهام بودن کتاب مقدس نزدیک میشن تعاریف اونها چی هست این رو توی جلسات مختلف با همدیگه بررسی کردیم و بعد وارد آموزه خدا شدیم و... تلاش من این بود که حداقل از چهار تا دیدگاه کلی آموزه خدا رو با شما در میون بگذارم نگرش سنتی آگوستینی، نگرش آرمینین ها، نگرش اوپنتیستا و پراسس ثیلوجون ها و گفتیم که هر کدوم از اینها مسئله حاکمیت الهی رو چطور تعریف میکنن ارتباطش رو با آزادی اراده انسان چطور به تصویر میکشن توی جلساتی که پشت سر گذاشتیم خدمت شما ایزان هم گفتم که این صحبت هایی رو که داشتم و این طبقه بندی های کلی رو که خدمت شما معرفی کردم نماینده تمامی نظرها و باورها در جامعه مسیحی نیست مسلما منظرهای بسیار متفاوت و متنوعی در این خصوص وجود داره و شاید اگر بخوایم یه مقدار دقیق تر و تکنیکی تر باشیم این چهار تا دیدگاه و نگرش رو میتونیم بشکافیم و بشکنیم به نگرش ها و دیدگاه های ریز تر و یه مقدار متفاوت تر اما به خاطر اینکه برنامه ما محدودیت داره و این درس ها باید در این فرصت کوتاه 25-6 ای جمع بکنیم به همین خاطر تصمیم گرفتم که یه مقدار کلی تر به این مسائل بپردازم اما بر حال این کلیگویی من فکر می کنم خیلی ریزتر از تلاش های قبلی بوده و تلاش من هم همین است که این اشتیاق رو در شما ایجاد بکنم تا شما توی مطالعات شخصی خودتون بعد از دنبال کردن این درس ها عمیقتر به دنبال این مباحث برید اما از این جلسه به بعد یعنی از جلسه 65 به بعد وارد موضوع دیگه ای خواهیم شد که شاید به نظر بیاد که بحث زیادی در باب اون نباید باشه همه ما با هم در خصوص تعریف اون متفق القول هستیم و کلیسا همیشه یک نظر رو داشته و اون بحثی رو که امروز با هم دیگه آغاز خواهیم کرد عنوانش رو گذاشتم ایسای تاریخی هیستوریکال جیزس کلیسا همیشه در خصوص ایسا نظر نظری ای رو ارائه داده کلیسای رایج زمان در طی قرون های خودش رو مبنی بر اناجیل اعلان کرده تعریف خودش رو به شیوایی ادا کرده و در شوراهای مختلف در خصوص شخصیت و طبیعت الهی و انسانی مسیح صحبتها و اعلانات مشخصی رو بیان کرده اما در طی تاریخ کلیسا در جامعه ای اکادمیک در, در بخش پژوهشگران و روشنفکران این صحبت ها به همین شکل ادامه پیدا کرده و در دویست سال گذشته این مباحث جهت ها و زاویه های گوناگونی رو به خودش گرفته که در تلاش خواهم بود که به بعضی از این گفتگوها به بعضی از این پژوهش هایی که در باب عیسای تاریخی اتفاق افتاده نظری داشته باشیم و در این حال بتونیم این روند تاریخی رو بسیار گذرا با همدیگه نگاه بکنیم این مبحث چنان گسترده و عمیق هست که فرصت نخواهد بود که در این شکل و فرمت درسی که با هم داریم خیلی عمیق به این روند و فرایند شکلگیری این جنبش ها بپردازیم اما هدف من این هستش که این تصویر کلی برای شما رس بشه ایسای مسیح این شخصیتی که قرار هست تو این جلسات آتی با هم دیگه در خصوص اون صحبت بکنیم تنها شخصیتی در تاریخ بشریت هست که بیشترین کتاب ها در مورد اون نوشته شده شما هیچ شخصیت تاریخی رو توی دنیا در تاریخ بشر نمی که در خصوص اون بندازه ایسای مسیح کتاب نوشته شده باشه تعداد کتاب ها در مورد ایسای مسیح بیشمار است و هیچ شخصیتی مثل ایسا در طی تاریخ توجه ها رو در, در, این خصوص در خصوص خودش جلب نکرد اما جالب اینجا هستش که تنها چهار تا انجیل در کتاب مقدس زندگی و خدمات و پیام ایسای مسیح رو برای ما روایت کردن توی انجیل یوحنا باب 21 آیه 25 اینطور طور میخونیم یوحنای رسول این مبشر بزرگ میگه که کارهای بسیار دیگری ایسا به جا آورد که اگر فردن فرد نوشته شود گمان ندارم که جهان هم گنجایش نوشته ها رو داشته باشد به یک زبانی آن چیزی رو که در خصوص ایسا خدمتش و پیامش میخوانید محدود به این نوشته های هست که به دست ما رسیده و کلیسا اون رو پذیرفته اما اگر در خصوص شخص عیسی مسیح صحبت بخوایم بکنیم صحبت ها بسیار هست گفتم خدمتتون که کتاب‌های زیادی در خصوص عیسی مسیح نوشته شده اما شاید بشه گفت که نصف کتاب‌هایی که در مورد عیسی مسیح به قلم کشیده شده در تلاش هست تا حقانیت تاریخی وجود عیسی مسیح رو به چالش بکشه برخی از این کتاب‌ها شاید وجود تاریخی عیسی مسیح رو رد میکنن که تعدادشون زیاد نیست و چندان هم طرفدار ندارن حتی بسیاری از اگناستیک ها هم هستند که میگن شما میتونید میتونید هر نوع نگرش و دیدگاه و تعریفی از شخص عیسی مسیح داشته باشید و میتونیم این نظر شما رو با هم مورد بررسی و بحث قرار بدیم اما اگر شما وجود عیسی مسیح رو رد بکنید و از لحاظ تاریخی اون رو مردود بشمارید شما جزو افرادی هستی که چشمهای خودتون رو به داده های تاریخی پوشاندید اینها رو مسیحیان نمیگه اینها افراد اگناستیکی مانند بارترمن به زبان میارن و میگن که شما زمانی که وجودیت وجود داشتن ایسای تاریخی رو رد کردید و گفتی که او در تاریخ نبوده و او به دنیا نیمده شما بحث های رو نمیتونید درش داخل بشید و شما این در گفتگو رو بستید به خاطر اینکه شما یا توانایی و یا تمایل به نگاه کردن به داده های مشخص تاریخی رو ندارید حال این کتاب هایی که ایسای تاریخی رو به چالش می کشن یا ایسای تاریخی در جستجوی ایسای تاریخی هستن عیسای ایمان مسیحی رو به چالش می کشن می گن که چهار انجیل ایسا رو به تصویر کشیده و این تصویری که دارن این اناجیل به ما ارائه میدند داره ایمان مسیحیان رو خوراک میده و به همین خاطر باید بریم و عیسای تاریخی رو جستجو کنیم باید بریم اون عیسایی رو پیدا بکنیم که در حقیقت در تاریخ وجود داشته و تمام این باورها تمام این پیشفرزها تمام این افسانه پردازی هایی که در پیرامون ایسا وجود داره و در کلیسا رایج هست رو بزوداییم به کنار بزنیم و اون عیسای ناب رو اون عیسایی که در تاریخ بوده اون صحبت هایی که عیسی حقیقتا به زبان آورده رو بتونیم بازیافت بکنیم توی این بخش از دروش در, دروش در, تلاش خواهم بود تا مسائل تاریخی رو که در پس زمینه عیسی تاریخی وجود داره رو مورد بررسی قرار بدیم و داده هایی رو که پیدا می به عیسایی که مسیحیان از اناجیل میشناسن و تعریف میکنن متصل بکنیم هدف من این هستش که به شما دوستان عزیز بگم که آن چیزی رو که مسیحیان در این دو هزار سال در خصوص عیسی مسیح صحبت کردند که اون رو عیسی ایمان مسیحی میخونیم با آن چیزی رو که ما در تاریخ از عیسی پیدا میکنیم تفاوتی ندارن و اینها ارتباط بسیار مستقیم مستقیمی با هم دارن و در حقیقت به هم کمک میکنن تا ما بتونیم تصویر زیبایی رو از عیسی داشته باشیم بنابراین در بخش اول این صحبت هایی که خدمتون خواهم داشت به این مسئله میپردازیم که آیا اناجیلی که در مورد عیسی به ما اطلاعات میدند قابل اعتماد هستند یا نه چون اساسا وقتی که در خصوص عیسی مسیح صحبت میکنیم بحث ما به اناجیل کشیده میشه چون مسیحیان منابعی رو که برای شناخت عیسی مسیح دارن اناجیل کتاب مقدس است متا مرقس لوقا یوحنا آیا اینها قابل اعتماد هستند آیا میتونیم به گزارش های این اناجیل اعتماد بکنیم و بر چه اساس میشه به اونها اعتماد کرد دوم اینکه با عیسی پژویی هایی که در جامعه خارج از ایمان انجام میشه چه باید کرد این همه صحبت هایی که نگرش های لیبرال ها و یا گروه سمینار ایسا از ایسای مسیح دارم تعریف میکنم و عرضه میکنم و اونها چه, باید کرد؟ اونها رو چطور باید بفهمیم؟ چگونه میتونیم وارد و گفتگو با این نظرها بشیم؟ داده هایی که با ما عرضه میکنند رو چطور میتونیم ارزیابی بکنیم؟ و بعد به این مسئله نگاه خواهیم کرد که اهده تیغ در راستای شناخت مسیح چه کمکی به ما خواهد کرد؟ منابع خارج از کتاب مقدس در مدیسای مسیح به ما چه چیزهایی رو میگم. سایر کتب عهد جدید در باب ایسا چه صحبت هایی کردن و بعد از اینکه این گفتگوها رو با هم داشتیم وارد بخش دوم گفتگوهای خودمون میشیم و مطالعات خودمون رو و پرسش های خودمون رو در مورد تولد و کودکی ایسای مسیح خواهیم پرسید اینکه عیسی چطور متولد شد وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده او به چه شکل بود و بعد بخش سوم و صحبت های ما معطوف خواهد شد به زندگی و خدمت ایسای مسیح به پیام او و ایده های مسیح و مفهومی که از پادشاهی خدا در سر داشت اونها به چه معنا بودن و در همین راستا به مسائلی که عیسی پیشگوی نمود خواهیم پرداخت مخصوصا در مورد سقوط اورشلیم در, در دهه هفتاد بر از میلاد 70م بعد از میلاد که رومیان آمدند و اورشلیم رو با خاک یکسان کردن در مورد پیشگویی های مسیح در این خصوص صحبت خواهیم کرد در مورد بازگشت عیسی مسیح با همدیگه به گفتگو خواهیم پرداخت و بعد در بخش چهارم این پژوهش به هفته آخر زندگی عیسی مسیح متمرکز خواهد شد و به مرگ و قیام عیسی مسیح نگاه خواهیم کرد واقعیت و طبیعت رستاخیز عیسی مسیح رو و دلیل صعودش رو با هم نگاه خواهیم کرد این تصویر کلی هست این نقشه هست که من در تلاش هستم در این و بیست سی جلسه که در آینده با هم خواهیم داشت رو بپیماییم و امیدوار هستم که این مسیر رو از الان بتونم برای شما ترسیم بکنم اما اجازه بدید من یه لیستی از پرسش هایی که در این مسیر در تلاشم اونها پاسخ بدم به شما برای شما بخونم تا شما یه مقدار تصویر بهتری رو داشته باشه که وقتی که ادویل میگه که در خصوص ایسای تاریخی قرار هست با هم به گفتگو بپردازیم چه پرسش هایی رو در تلاش هست تا پاسخ بدیم آیا اناجیل تصویر درست و تاریخی از عیسی مسیح به ما میدهند؟ سه جریان جستجوی عیسی تاریخی چه بودن؟ این جویش هایی که سعی میکنه عیسی رو دوباره بازیافت بکنه یا این کوست, کوست هایی که به انگلیسی میگن سعی میکنه که هیستوریکال جیزز رو بازیافت بکنه چه, چه جریان هایی هستن؟ دیدگاه های مختلف در خصوص ایسای تاریخی چی هستند عهد در مورد مسیح موعود ما چه چیزی رو یاد میده آیا زندگی عیسی در منابع یهودی و غیر یهودی هم تایید شده آیا اناجیل اپوکریفا منابع قابل اعتمادی در خصوص ایسای تاریخی هستند آیا سنت شفاهی در خصوص انتقال اطلاعات در باب عیسای تاریخی قابل اعتماد هستند کتب عهد جدید به غیر از اناجیل در مورد عیسی مسیح به ما چه چیزهایی رو برای آموختن دارن باستان شناسی در مورد عیسی مسیح به ما چه آیاتی رو میده عیسی چه زمانی متولد شد آیا عیسی از مریم باکره متولد شد چرا باکره بودن مریم در تولد مسیح اهمیت دارد آیا کتابش ایا باب 7 آیه 14 پیشگویی در مورد تولد عیسی مسیح از یک باکره هست؟ آیا عیسی مسیح برادر و خواهری دارد وضعیت اقتصادی خانواده مسیح چی بود وضعیت اجتماعی خانواده عیسی مسیح به چه شکل بود آیا عیسی در زمان کودکی هم معجزه کرد عیسی به چه زبانی سخن می گفت چرا چهار روایت از زندگی عیسی مسیح وجود دارد چرا بیشتر نیست چرا کمتر نیست خدمت عیسی از چه زمانی آغاز شد اهمیت تعمید ایسای مسیح چیست اهمیت وسوسه های عیسی مسیح در صحرا چه بوده شاگردان عیسی مسیح که چه کسایی بودند و چرا باید اصلا دوازده تا شاگرد می بود تمرکز تعالیم عیسی مسیح بر چه چیزی بود پیام روایت انجیل چیست عیسی در مورد بازگشت خودش چه چیزی گفت آیا عیسی از مردگان رستاخیز کرد اهمیت صعود مسیح چیست اینا پرسش های جدی هستند که تمام این جستجوها و جریانات مختلفی که در این دو قرن گذشته اتفاق افتاده در تلاش بوده تا به اونها پاسخ بده و به خاطر پیش و به خاطر پیش انگاره هایی که هر کدوم از این پژوهشگران یا هر کدوم از این گروه های مختلف از, از کمپ های لیبرال و حتی اصولگرا داشتن پاسخ هایی رو که ارائه دادن اونها رو در مقابل هم قرار گذاشته و هدف من این هستش که گفتگوی رو ایجاد بکنم هدف من این هستش که سعی بکنم نظرات مختلفی رو که چه در گروه اصولگرایان و محافظ کاران به شکل منوی دیگه سنتگرایان گرایان وجود داره رو اون رو بیان بکنم مسیت رایج زمان در خصوص عیسی مسیح چه صحبتی رو میکنه و این گفتگوهایی که در کنار این ایمان مسیحی ما داره اتفاق میفته به نوعی مسیحیت سنتی رو به چالش میکشه و یا به یک نوعی داره به گروه هایی که بر ضد مسیحیت صحبت میکنن خوراک میده اونها چه صحبت هایی رو میکنن به اون نظرات چطور میشه وارد گفتگو شد آیا تمام صحبت های اونها رو باید به دور انداخت و یا میتونیم از پژوهش های اونها هم استفاده بکنیم مسیحا معتقد هستند اگر حقانیت تاریخی اناجیل رو کسی زیر سوال ببره تمام ایمان مسیحی زیر سوال خواهد رفت به خاطر همین ما میخوایم چند جلسه رو بگذاریم به حقانیت و تاریخی قابل اعتماد بودن از لحاظ تاریخی اناجیل نگاهی داشته باشیم و این افراد میگن اگر انجیلی نیست یا این اناجیلی رو که ما در کتاب مقدس داریم اناجیلی هستن که از لحاظ تاریخی قابل اعتماد نیستن صحبت ها و روایت های اونها رو نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم نتیجتا ایسایی هم نخواهد بود یا حداقل اون ایسایی که دارن معرفی میکنن اون عیسای واقعی که در تاریخ در بحری از زمان وجود داشته نخواهد بود و اگر ایسا به اون معنایی که مسیحیان امروز او رو میپرستن او رو دنبال میکنن او رو تعریف میکنن و به پیامهای او اعتماد کرده توی زندگی های خودشون به کار وجود خارجی نداشته باشه بنابراین مسیحیت نیست مسیحیت یک توهم هست ایمان مسیحی یک دین ساخته شده به دست شاگردان و یا پدران کلیسا اینها ترش... نتیجه ترشوهات ذهن های شاگردان خلاق و یا متوهم از ایسای مسیح بوده و افرادی مانند پولس اومدن و برای اونها امارتی رو بنا کردن که پایه و اساس و شالوده تاریخی نداره به همین خاطر میخوایم برگردیم و یک نگاهی گذرا به قابل اعتماد بودن اناجیل داشته باشیم این مجموعه درس هایی که در این جلسات خواهم داشت کمی تکنیکی خواهند بود بنابراین از شما دعوت میکنم یه مقدار با حوصله منو دنبال بکنید اسامی رو خواهم گفت شاید نام کتاب هایی رو بگم عنوان مقالاتی رو خدمتون اعلام بکنم یا اسامی و عناوین جریان هایی رو به شما بگم که برای شما ممکنه یه مقدار سقیل باشه و یا شاید گمان کنین که به درد شما نمیخوره ولی اجازه بدید این صحبت ها مطرح بشه در پس ذهن شما اینها کاشته بشه زمانی که شما وارد مطالعات یه مقدار عمیقتر الهیاتی شدید این تصویر کلی رو که برای شما اینجا رسم میکنم میتونه به عنوان نقشه خوبی باشه یا یادآور خوبی باشه که بتونید این موضوعات سنگین رو بهتر درک بکنید اونها رو بتونید جذب بکنید این سرمایه گذاری زمانی که در این دروس خواهید کرد میتونه به شما درک و فهم بهتری در این خصوص ارائه بکنه بنابراین توی جلسه بعد من در تلاش هستم که به دو تا پرسش پاسخ بدم و با همدیگه این رو نگاه خواهیم کرد پرسش, پرسش ها به این شکل هستن آیا چهار انجیلی که در کتاب مقدس مسیان قرار دارد قابل اعتماد هستن و چهار تا چرا تنها این چهار انجیل در کتاب مقدس جای دارن اناجیل مختلفی رو ما میبینیم که در طی تاریخ وجود داشته اناجیلی که با عناوین مختلف در طی قرنها در سر زبانها آمده اما هیچگاه جای خودش رو در کتاب مقدس پیدا نکرد هیچ وقت کلیسا اونها رو به عنوان منابع الهامی نپذیرفت اما میبینیم که در این یک قرن گذشته بسیاری از این اناجیل یک بار دیگه وارد صحنه شده و بسیاری در تلاش هستند تا اونها رو بررسی بکنن و یاد بتونن شاید بتونن ایسای حقیقی رو از بین این آیاتی که در این اناجیل وجود داره بیرون بکشن و یک شخص شخصیت واقعی ایسای مسیح به قول خودشون بازسازی بکنن به اینها خواهیم پرداخت که این افراد با چه پیش فرضی دارن در این مسیر پیش میرن اما اجازه بدید من این موضوع رو آغاز بکنم توی جلسه بعد این رو ادامه خواهیم داد بعضی از منتقدین نناجی میگن که نوشته هایی که از این،, از, از این, زندگی و خدمت مسیح در دست ما هست خیلی شبیه به بازی تلفنی هستش که کودکان با هم میکنن روایاتی که ما در اناجیل میخونم بعضیا میگن که شبیه بازی تلفن هست که در زمان کودکی انجام میدادیم نمیدونم شما این رو به یاد دارید یا نه وقتی که ما به تولد میرفتیم یکی از بازی هایی رو که انجام میدادیم بازی تلفن بود یک شخص یک کلمه رو یک عبارتی رو در گوش دوست بغلیش زمزمه می کرد و این شخص دوم قرار بود هر آن چیزی رو که شنیده ممکنه ممکنم خیلی سریع شنیده اون رو به دوست با... کناری خودش نفر سوم انتقال بده نفر سوم هر آن چیزی رو که از نفر دوم شینده به نفر چهارم انتقال میده و به همین ترتیب حالا هر چقدر که آم... کودکان در اونجا بودن کودک که آخر صحبت هایی رو که از نفر اول تا به اون انتقال پیدا کرده رو قرار بود به زبان بیاره و خب هیجانات بازی و تند صحبت کردن و لحجه های مختلف شاید مقدار شیطون... شیطونی های بعضی از کودکان عبارت اصلی رو که اون کودک اول به زبان آورده بود رو در طی مدت کوتاهی تغییر میداد و هر آن چیزی که گفته بود نفر آخر به نوع دیگه ای ادا می کرد و خب باعث خنده و شادی کودکان می شد. اما این نوع بازی رو که دوستان لیبرال مطرح می کنن که در کتاب مقدس و نویسندگان اون در اون دخیل بودن و یا مرتکب به چنین خطایی شدن زیاد جای خنده و مزاح نداره اینها میتونه نتایج بسیار مهم و ابدی برای یک از ما داشته باشه بنابراین ما به خاطر این هستش که ما همه ما مسیحیان باور خودشمون رو جهان خودمون رو مسیر زندگی خودمون رو تعریف از هویت و شخصیت و هدف و مقصود از وجود خودمون رو بر اساس همین گفتگوهایی داریم بنا میکنیم که این عزیزان بازی تلفنی معرفی میکنن اینها میگن که عیسی مسیح صحبت هایی رو داشته حرفایی رو ادا کرده که شاگردان اون به نسل بعدی انتقال دادن نسل بعدی به نسل سوم نسل سوم نسل, نسل چهارم تا قرن 21 کم یا هر زمانی که یا پیش از اون البته وقتی که این اناجیل و کتاب مقدس به چاپ رسید و از اون پس به شکل چاپی در دست ما هست این صحبت ها به تدریج و تدریج تغییر پیدا کرده و محتوای پیام عوض شده و نه تنها محتوای پیام عوض شده بلکه این عیسایی که در تاریخ در یک زمان وجود داشته به خاطر این بازی تلفنی نویسندگان چنان متحول شده که آن چیزی رو که امروز به عنوان ایسا ما میپرستیم توهمی بیش نیست و با عیسی تاریخی تفاوت بسیار فاحشی داره بنابراین اولین پرسش که توی ذهن همه ما بعد از چنین ادعای جسورانه به وجود میاد این هستش که آیا اناجیل قابل اعتماد هستند یا یعنی نه این پرسشی هستش که من میخوام توی جلسات بعدی با هم نگاه گذرایی داشته باشیم بنابراین از شما دعوت میکنم که در درس بعدی با من همراه باشید